بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از این امام موهوم، از این بت موهوم که به نام امام دوازدهم درست کرده اند و هیچ حقیقتی نداره، اینه که بزرگترین مجرم تاریخ و بزرگترین خونریزی را که بشریت به خود دیده چنین چهره از این امام زمان درست کرده اند. اولین کاری که میکنه جنگ و فتنه رو در سرزمین مسلمانان شروع میکنه، کاری رو که خمینی کرد و کاری رو که همه دولت های رافضی کرده اند. هیچ دولت رافضی امام تراشی رو شما نمیبینید که با غیر مسلمانان جنگیده و یک وجب خاک فت کرده باشه. همیشه جنگ شما مسلمان هاست، بلکه ریموت کنترل شد دست دیگرانه و 8 ماه کامل سپاه پاسدارانش، اطلاعاتش، فدایانش در سرزمین مسلمانان قتل عام شروع میکنن و بعد از اون قبله مسلمانان را که خانه کعبه را ویران میکنه. دشمنیشون با کعبه چون محل قیام مسلمانانه، محل قعود مسلمانانه، محل سجده مسلمانانه، قبله مسلمانانه، محل جمع اجتماع و وحدت کلمه مسلمانانه. از این بعدشون میاد کاری که ابراهیم نتونست بکنه بت امام زمانیشون میخواد کامل بکنه. خانه کعبه را ویران میکنه، مسجد الحرام ویران میکنه، همه توسعه هایی را که در طول تاریخ بهش دادن همه اینها رو خراب میکنه، بازش میگرده رو همان اندازه کوچکی که بوده. و حاکم بلکه از عمران خوشش نمیاد، از آبادانی خوشش نمیاد، از ویرانی خوشش میاد. ولذا رافضیگری مذهب ویرانگری است، مذهب بنیان و مذهب آبادانی نیستش. بنا کردن بلد نیستن، تخریب بلدن. و دوباره اهل مدینه رو میکشه، همه رو، یه نفرم نمیذاره برن بیرون. چرا؟ برای که اعتراض میکنن به خاطر نبش خبر پیغمبر علیه الصلاة و السلام و اینکه ابو بکر و عمر رو از اونجا بیرون کنند و آتش بزنند. برای چون این کاری که اعتراض میکنند همه اهل مدینه رو میکشند. همین کاری که لشکریان سبعیه، لشکریان باندهای خابیده و مخفی یزگرد و کار کلیسا و کنیسه در لباس سبعیه انجام دادند و بعد علی را هم تهدید کردن که یعنی اگر خلافت رو قبول نکنید اهل مدینه رو قتل عام میکنید.